همراه هستیم با آقای دکتر آرش هنرور شجاعی، دینپژوه و فعال و تحلیلگر سیاسی از هانوفر آلمان. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای دکتر، در رابطه با گزارشی که پخش شد و تهدیدهای صورت گرفته علیه جامعه مسلمانان در برخی از نقاط آلمان و همبستگی مقام‌های این کشور با مسلمانان، لطفاً توضیح و تحلیل خودتون رو بیان بفرمایید. ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه دستندرکاران این شبکه و برنامه وزین و همه بینندگان و شنوندگان عزیز، مسئله تنفرنامه ها و نامه های تهدیدی مسئله خیلی جدید هم نیست. در واقع موقعی که در برج 8 سال گذشته وزارت داخله ایالت نیدرزاکسن اعلام کرد که در سال گذشته حدود 30 مورد همچین نامه های وجود داشته، موجب تعجب بسیاری از افراد در آلمان شد. اما این قصه بازم ادامه پیدا کرد. پارسال در برج 10 در رکلینگهاوزن، اواخر برج 10، در اوایل برج 11 به اصطلاح در بوخوم و بعد هم در اواخر برج 11 در برلین همین موارد تکرار شد. و در این حال که پلیس هم اینا رو بررسی میکنه، این یک مطلبی است که به هر حال در آلمان پیش آمده و مساجد مورد تهدید هستند. حالا مساجد وابسته به سازمان دیانت ترکیه بعد از این تظاهراتی که در هامبورگ رخ داد و مثلا بعضی از ترک‌ها خواستار خلافت اسلامی بودن تشدید پیدا کرد، ولی مساجد دیگر هم این موضوع گریبانگیرشون شده. البته در مورد شهر گوتینگن به طور خاص باید عرض کنم، همونجور که شهردار محترم این شهر، این خانم افرا برویشتت که از حزب سوسیال دموکرات آلمان هست، همیشه اعلام همبستگی و حمایت نامحدود و بی حد و مرز از به اصطلاح مسلمین شهر خودش کرده، همونجور که ایشون این مطلب رو تاکید کرده، گوتینگن یک شهر بسیار چند فرهنگی، متنوع و چند نژادی هست و همیشه شرایط خوبی برای مسلمانان داشته. کما اینکه مساجد متعددی در گوتینگن هست و در دانشگاه گوتینگن همیشه نمازهای عیدها و نماز جماعت حتی میان دانشجویان برقرار هست، که همین یه یک سالیه که موجب اعتراض به اصطلاح پوپولیست های راستگرا از قبیل حزب آفته در شهر گوتینگن به این موضوع شده و شاید همین که تبلیغات اونها و مخالفت های اونها در این مورد به جایی نرسیده و مردم گوتینگن ارتباط بسیار خوبی با مسلمانان دارند، موجب شده که حالا از وادی این تهدیدنامه‌ها و تنفرنامه‌ها وارد بشن. بله. ولی کار زیبایی که خانم شهردار در توضیحاتش کرده اینه که این تنفر و این نفرت فقط متوجه مسلمین نیست، متوجه ارزش‌هایی است که بر اساس آنها زندگی می‌کنیم و قانون اساسی ما اونها رو مسلم فرض کرده، مثل اصل مهم کرامت انسانی و آزادی اعتقادات. و بنابراین کسانی که تصور میکنن با مسلمین دارن مقابله میکنن، نه خیر، با خود آلمان و تاریخ آلمان و قانون آلمان و کل آلمانی ها و دیگرانی که در آلمان زندگی میکنند دارن مقابله میکنند. بله، از توضیحاتتون ممنونم. دکتر آرش هنرور شجاعی، دینپژوه و فعال و تحلیلگر سیاسی از هانوفر آلمان.